آقای مهدوی آزاد، خوش اومدید به برنامه. به نظر شما چرا پیگیری پرونده سرکوب اعتراض آبان 98 اهمیت داره؟ چه ویژگی های این پرونده رو اینقدر جنبه دادخواهی مهم میکنه به گفته دیگر؟ بله، بذار یه داستانی در مورد دادگاه آبان اول بگم. موقعی که شما به ادبیات جهان بعد از دادگاه نورنبرگ، بعد از جنگ جهانی دوم مراجعه میکنید، میبینید که این دادگاه نورنبرگ همون دادگاهی که در واقع شخصیت‌های ارشد آلمان فاشیست، آلمان هیتلر رو میورد مقابل قضات، وادار به پاسخگوییشون میکرد، چه اثر بزرگی گذاشته روی نویسندگان دنیا و چقدر انگار حالشون رو خوب کرده، انگار وجدان بشری رو آرام کرده. من دوستی داشتم از عراق، روزنامه‌نگار عراقی برای من تعریف میکرد که شاعران و نویسندگان عراقی دست دوم هاشون در واقع بعد از صدام حسین محاکمش، بعد از دیدن اون صحنه که جامعه جهانی تونست صدام حسین رو از اون چاله بکشه بیرون، چه آثاری تولید کردن و چطور دوباره میتونستیم بگیم که انگار دل وجدان عمومی رو خنک کرده. میخوام بگم داستان دادگاه آبان، داستان این دادگاه های مردمی اصلا فقط صرفا داستان حقوق، عدالت و غیره نیست، یه مسئله اجتماعی است. اصلا اینجور دادگاه ها تشکیل میشه برای اینکه توجه افکار عمومی رو جلب بکنه به خودش، تشکیل میشه که مرهمی باشه بر دل کسانی که صداشون به جایی نمیرسه. و خب همین هم یکی از بچهای بسیار پررنگ ماجرای آبانه. ببین، ما هنوز نمیدونیم، آقای کاظمی هم گفت ما نمیدونیم دقیقاً چند نفر کشته شدن. شاید یه روزی معلوم بشه که تعداد کشته شده حتی از اون که رویترز گفته هم بیشتر بوده، شاید معلوم بشه کمتر بوده. منتها اینها هر کی بودن، هر کسانی که بودن، اینها نام داشتن، خانواده داشتن، همسر داشتن، مادر داشتن، پدر داشتن، صداشون به هیچ جا نمیرسه. یعنی واقعا کسی نیست توی در این ساختار سیاسی، اجتماعی، قضایی فاسد ایران صدای اونها رو گوش بکنه. ما هیچ چیزی در مورد وقایع آبان نمیدونیم و موقعی که میپرسیم آقا چه شد، موقعی که حتی مذهبی ها این آیه قرآن به ای ذنب قتلت رو که از پرتکرارترین آیه های قرآنه اینو تکرار میکنن، از حکومتی که ادعای خدا داره میپرسن آقا چی شد، به ای ذنب قتلت، برای چی کشتید، میدونید جوابش خیلی راحته. یه روحانی گفتید، دو سه بار گفتید، با قلدری میاد میگه ما کشتیم، شما میخواد چی کار بکنید. این بچه پررنگ داد حوادث آبان به نظر من برای همیشه در حافظه تاریخی ایرانیان خواهد ماند، همچنان که یه سری از اتفاقات مشابهش هنوز که هنوز مونده، بعد از 700 سال هنوز داره تو لالایی های مادر تکرار میشه. و دادگاه آبان به نظرم از این زمینه، از این زاویه یه مرهمی بود بر دلهای حداقل بخشی از افراد آسیب دیده. ممنونم. آقای مهدوی زاد، خب اشاره میکنید به تأثیراتی که در واقع این دادگاه میتونه هم بر افکار عمومی بذاره از چند جنبه مختلف. سابقه شکل‌گیری دادگاه‌های بین‌المللی اگه بخوایم بهش بپردازیم، دادگاه بین‌المللی مردمی رو، لطفاً در این مورد چی میتونید برامون توضیح بدید و چقدر این دادگاه میتونه از جهت تحقق عدالت و دادرسی موثر باشه؟ بله، برای اون دسته از مهمانان حضار محترم، تماشاگران محترم که نمیشناسن سابقه داستان رو، به این نوع دادگاه، دادگاه راسل هم میگن. دادگاه راسل از اسم برتراند راسل گرفته شده، به این خاطر که در دهه 60 میلادی برتراند راسل یه همچین دادگاهی رو دقیقاً با همین شکل تشکیل داد، با هدف رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در ویتنام. اون زمان برخی از نویسندگان، روشنفکران خیلی معروف دنیا مثل ژان پل سارتر، مثل سیمون دووار، با همکاری کردن با راسل. از اون مقطع در واقع این شکل دادگاه مردمی تثبیت شد. بعدن یه زمانی توی ایتالیا اصلا اومدن یه دادگاه دائمی مردمی درست کردن. تو از اون وقت در واقع دهه 60، 1966، 65، 66 که این دادگاه راسه برای اولین بار تشکیل شد تا الان که ما با هم حرف میزنیم، در چندین و چند کیس این پرونده و این دادگاه تشکیل شده. یک نمونهش مربوط به جرائم اسرائیل در حوزه فلسطین بوده. این دادگاه فکر کنم 2009 تا 2012 برگزار شد. ببینید، یه مراجعه بکنید به رسانه‌های جمهوری اسلامی، گوگل بکنید، سرچ کنید، ببینید چقدر صدا و سیما، چقدر خبرگزاری حکومتی، چقدر روزنامه‌نگارای روزنامه‌های حکومتی به اتفاقا به همین دادگاه مردمی، دادگاه راسل اسرائیل، علیه اسرائیل ارجاع دادن و فکت دادن. یه نمونه دیگه دادگاه حمید نوری بود که اون دادگاه معروف ایران تریبونال که همین یه همچین دادگاهی بود در مورد کشتارهای دهه 60، باز ارجاع داد، راجبش صحبت کردید. در مورد طیف بزرگ از دیکتاتوری ها یا اتفاقات تلخی که افتاده، مثل جنایات آبان ناروشن بوده، این دادگاه تشکیل شده. در مورد آگوستو پینوشه، دیکتاتور خونریز شیلی، این دادگاه تشکیل شد. در مورد دیکتاتورهای نظامی در آرژانتین و برزیل همین دادگاه تشکیل شد. در مورد وقایع عراق سال 2004 همین دادگاه دوباره راسل رو ما داشتیم. میخوام بگم در چندین دادگاه، یه نمونه خیلی معروفش دادگاهی است که در مورد وضعیت زنان در ژاپن تشکیل شد و حتی مقامات چهرهای شاخص ژاپن از روی امپراتور ژاپن رو هم متهم کرد. مجموعاً این دادگاه‌ها در طول تاریخ جایی تشکیل شدن که ساختار قضایی یا ساختار سیاسی یا ساختار حکومتی
مایل به ورود نبوده یا توان ورودش رو نداشته یا برداشتش متفاوت بوده و این دادگاه در واقع ابزاری بوده برای جامعه روشنفکری، روشنفکران اون کشور، واسه اینکه افکار عمومی رو توجهش رو به اون ماجرا جلب بکنن و زمینه سازی بکنن برای رسیدگی حقوقی واقعی در یک زمان. متشکرم از شما. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از بن، همراه ما.